دریا شبیه تاریخ، تاریخ مثل دریاست، هر دو عمیق و سرچش، هر دو دمان و مواج. این کوره کوره آتش، وان چرخه چرخه گرداب. گاهی که نیست راهی یا آنکه چاره ای نیست، گاهی که هوده ای نیست از چند و کاو و تکرار، سکان و بادبان را بر حال خیش بگذار. گاهی نکردن کار بهتر ز کار بیبار، شاید که چاره صبر است. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز ارجمند. بحث ما بحث تاریخه. واقعا هم نمیدونم، در بعضی مواقع آدم بهتره که سکان و بادبان رو به حال خودش بگذاره. میرویم به سراغ یک شخصیتی که بسیاری از این دریای طوفانی رو طی کرده در دوره انقلاب اسلامی، با بسیاری از کارگران انقلاب از نزدیک آشنایی داشته، مدیرانش، و در جریان بسیاری از مسائل بوده. ایشون چندین هفته است که خاطرات خودش با ما در میان میگذاره. آقای دکتر محسن سازگارا، خیلی من ازشون سپاسگزارم، چون فکر میکنم که این مبحث خودش میتونه تبدیل به گفتمان بشه، برای اینکه ما بتونیم پند و اندرز لازم رو کسب بکنیم برای معماری و مهندسی یک آینده بهتر. آقای دکتر سازگارا، درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز. عذرخواهی هم میکنم از اینکه چون در سفر هستم، بالاخره این حد اکثر امکاناتی بوده که اینجا بوده. این امیدوارم این نور این پنجره پشت سر که سعی کردم بگیرمش خیلی تصویر رو آزار نده و بیننده رو. بنابراین شما در منطقه هستید که به احتمال زیاد خانه ها زیر زمین داره. نه اتفاقا اینجا زیر زمین نیست، زیر زمین داره این خونه، ولی اینجا زیر زمین نیست. بسیار. این پنجره رو پردش رو کشیدم، نور بیرونه. پس در دنور تشریف دارید؟ بله در دنور هستم، برای همون پروژه دیار جانان و ضبط خاطرات آزار هموطنان بهایی. بسیار عالی، بسیار خب. دکتر ما رو برگردونید به همون جایی که بودیم، ما هم سفر کنید ما رو خود با خودتون، بفرمایید. بله، آقای لاهوتی رفت از آقای خمینی روز 23 بهمن ماه، یک حکمی گرفت که اسلحه‌ای رو که مردم به پادگان‌ها حمله کرده بودند در دستشون بود رو ما جمع آوری بکنیم، برای اینکه اولی ترین مشکل امنیت بود. البته خوشخیالی هم می کردیم. آقای لاهوتی وقتی این حکم رو گرفت اومد سراغ من، از پاریس با هم آشنا شده بودیم و می دونست که ما تو نفل شاتو دنبال درست کردن ارتش مردمی بودیم، یه در آموزش داده بودیم، کم و بیش از این خبر داشت. با هم رفاقتی هم پیدا کردیم، همونطوری که بار گذشته عرض کردم مرد نازنینی هم بود آقای لاهوتی. دست منو گرفت و گفت من بدون تو نمیرم، من این حکم رو گرفتم و بیا با هم بریم باغ شاه، اونجا ستادی بزنیم و اسلحه تهران رو جمع‌آوری کنیم. من راستش با دوستان نهضت آزادی مشورت کردم، چون کار من پرس بود، مطبوعات بود، توی یه اتاقی هم که داشتیم کار خبرنگارای خارجی رو که کم هم نبودن در تهران راه میانداختیم. موافقت کردن، گفتن فکر خوبی است. من با آقای لاهوتی اینطوری از مدرسه رفاه که شده بود حالا دیگه کمیته امام خمینی و هدکوارتر و مرکزی بود که در مملکتی که دیگه حالا نه دولتی داشت نه حکومتی داشت، کلی کار حکومتی به اونجا ارجاع میشد، راهی شدیم رفتیم باغ شاه. متن رو من نوشتم، دادیم به رادیو و خونده شد که آی مردم بیارید در تهران اسلحه رو باغ شاه تحویل بدید. خب دیوارهای باغ شاه چند جا خراب شده بود، ریخته بود، مردم توش رفت آمد میکردن، حالت یه پادگان دربسته رو نداشت. انبار اسلحه خونه‌ای داشت که
مقدار زیادیش غارت شده بود، رفته بود. دیدیم اون انبار که نمیشه استفاده کنیم، زیر زمین یکی از ساختمون‌ها زیر زمین بزرگی داشت، در پیکر خوبی داشت، اونجا رو انتخاب کردیم که اگر سلاح‌های رو مردم میارن ببریم اونجا انبار بکنیم. نزدیکی های غروب شد دیگه، آقای لاهوتی هم گفت من باید برم مسجد، نماز مغرب عشا امام جماعت مسجد بودیشون، بعد برم اونجا و خلاصه این تو و اینم باقشاه. بنده موندم آقای میبودی با یه باقشاهی که حالا تو رادیو تلویزیون هم گفته بودیم که بیارین اسلحه اینجا تحویل بدیم، من عالم آدم هم میدونست اونجا اسلحه هست. و شب جالبی بود برای من، برای اینکه یادم هم افتاد در تاریخ خونده بودم که تو همین باقشاه هم نجد جهانگیرخان سور اسرافیل و دوره استبداد صغیر کشتن، ملک المتکلمین رو کشتن، یه تاریخی هم داره اون باقشاه پشت سر خودش. و راستش که خودم ترسیده بودم، خوف، بهتر از لغت ترس، خوف منو گرفت. مسلح بودید یا نه؟ مسلح بودید خودتون؟ اسلحه بله، بله، یه دونه کلت برداشته بودم، دستم بود، اما نه بلد بودم درش بکنم، شلیک بکنم، نه من اساسا چون مشکل چشم داشتم و به هم دلیلم زمان شاه سربازی معاف شده بودم، اصلا چشم من خوب نمیدید. خب چی شد یه رشته نظامی رو انتخاب کردید؟ یعنی چی شد اصلا شما به باقشا رفتید؟ چی شد به فکر آموزش نظامی افتادید برای یه گروهی؟ بعد فرمودید یه عده داشتن آموزش میدیدن، کجا آموزش میدیدن؟ چند نفر بودن؟ کجا بود؟ قبلا توی خاطرات نفل شاتو توضیح دادم که ما تصورمون این بود که یک جنگ طولانی با شاه. نه اینو فرمودید، نه الان فرمودید که اداره داشتیم آموزش میدادیم برای، نه آقای لاهوتی اینو میدونست که ما نفل شاتو این کارا رو شروع کردیم و فرستادیم خاورمیانه آموزش ببینن. بعضیا به واسطه آقای قرضی و دوستانشون رفته بودن لبنان، آموزشگاه های به اصطلاح مراکز فلسطینی ها آموزش میدیدن، یا عمل که دکتر چمران اونجا درست کرده بود. بعضیا هم صادق قطب‌زاده به ارتباطی که با دولت سوریه داشت فرستاده بود سوریه و ارتش سوریه آموزششون میداد. چه تعداد بودن؟ جمعاً چه تعدادی بودن؟ سوال خوبی است. من فکر میکنم مجموع کسایی که من در نفل شاتو آموزش های سازماندهی و مخفیکاری و تشکیلاتی و اینا دادم 10-12 نفر مجموعاً شدند، ولی اونها یه تعدادی رو هم هر کدومشون 2-3 نفر معرفی کردن اضافه موقع رفتن برای تعلیمات نظامی، شاید مجموعاً 20 نفر رفتن آموزش ببینن که قرار بود اینا برگردن ایران، سازمانهای جداگانه درست بکنن و ارتش مردمی شکل بگیره، ولی به سلامتی همه اینا بعد از پیروزی انقلاب برگشتن. یک دونشون در دوره انقلاب نرسیدن و به اصلا اصولا انقلاب از مسیر جنگ چریکی و مسلحانه به پیروزی نرسید. و اونو چه سرنوشتی پیدا کردن؟ مثلا دوستان آقای محسن رضایی که گروه منصورون بودن تقریبا همشون رفتن توی سپاه، رفتن سپاه و سپاهی شدن. خب گروه آقای لاهوتی گروه کیارو فرستاده بودن اونجا و چه کسایی از سوریه برگشتن، یا تعداد دیگه ای از دوستانی هم که رفتن لبنان دوره دیدن برگشتن توی سپاه، ولی به تدریج اینا از سپاه رفتن بعدن، برای اینکه خیلی هاشون تحصیل کرده بودن و رفتن سراغ مشاغل دیگه و سر از دستگاه های دیگه بعدن در بردن. ولی یه دشون هم در سپاه موندن تا انتهای کار. من حالا جلوتر که بریم در میرسی به اونجا، میتونید چند نفر از معروفترین اونها رو معرفی کنید؟ از معروفترین دوستان آقای رضایی، خب باند ایشون مثل آقای رحیم صفوی و ذوالقدر و اینا که گروه منصورون بودن هنوزم جزو فرماندهان سپاه هستن. نمیدونم واقعا کدوم اینا رفتن سوریه دوره دیدن، شاید حتی ساده قطب‌زاده هم نمیدونست که کیا رو فرستاده اونجا. آقای ولی بیک مثلا از کسانی بود که در لبنان آموزش دید و با دکتر چمران اتفاقا یک ماه بعد از پیروزی انقلاب برگشت ایران، باقر ولی بیک. از کسان دیگه‌ای که از گروه صف یه تعدادی
ارتباط گرفتن، رفتن آموزش نظامی دیدن، برگشتن، که بعدن بعضیشون اصلا از مدن سپاه ولی بعد رفتن وزارت خارجه و رفتن تو مشاغل دیگه. دیگه من الان یادم نمیاد اسامی اشخاصی که، چون خیلی اون موقع ما اسم نمیپرسیدیم، اسمای مستعارم همه به کار میبردن دیگه. ولی همه زمان نگفتید که چرا شما باقشار رو انتخاب کرد؟ شما که تحصیلاتون رشته فیزیک بوده. نه آقای، من واقعا سه ماه هم نگذشت فهمیدم به درد کار نظامی نمیخورم. ولی خب اون مقطع هیجان انقلاب و چریک بازی و شهادت و کشته شدن و جنگ مسلحانه و اینا، انقلابی واقعی کسی بود که به این چیزا فکر بکنه. عشق این کارا رو داشتید. مثل هر جوون دیگه ای هم آرمانم همین چیزا بود در اون مقطع، و اینکه جونمون رو در راه انقلاب و مملکت بدیم و قهرمانای جنگای چریکی باشیم. هنوز ازدواج نکرده بودید؟ نه هنوز ازدواج. بله. ازدواج هنوز نکرده بودی؟ نخه، نه نه، یک سال بعد من ازدواج یک سال کردم. بله خب، ولی واقعا اینی که آقای لاهوتی اومد سراغ من و رفتم باغشوا کاملا اتفاقی بود. یعنی اگه به خودم بود، من خب داشتم با مطبوعات کار میکردم، اون کارم دوست داشتم، کمان که بعدنم 4 ماه 5 ماه بعد که دیگه بعد از تشکیل سپاه اومدم بیرون، رفتم رادیو تلویزیون، برای اینکه این کار به مزاجم بهترم بخورد و یه قلمی هم داشتم، میتونستم چیزی بنویسم و ذوقش هم بیشتر داشتم. علی ای حال اونجا با آقای لاهوتی، خب ایشون هم شب رفت و بنده موندم. اون شب هم شروع شد به تیراندازی. حالا بنده ای که تک و تنها توی این باغشا، یه دونه این ساختمون هم که یه طبقه بودش، با آقای لاهوتی رفته بودیم کرده بودیم دفترمون. فرداش هر جوری بود اون شب به صبح رسید. ولی فرداش من دیدم این دوستان تیپ نوهد، نیروهای ویژه هوابرد که کلاه سبزها بودن، بسیار ورزیده بودن زمان شاه، تربیت شده های به اصطلاح تیپ ویژه بودن، اینا بغل باغ شاه اصلا ساختمون های سازمانیشون بود و اونجا زندگی میکردن. طبیعتا اصلا هم داشتن، وقتی دیگه اونجور مملکت به هم ریخته بود، اولین کسایی بودن که برای خودشون مسلسل و اسلحه برداشته بودن. این ناقله ها تیراندازی میکردن اون شب. قصد آزار دادن، قصد صدمه زدن نداشتن، بیشتر میشه گفت با من داشتن شوخی میکردن. چون فرداش که ما روز شد همدیگر رو دیدیم، من تیپا خب جوری هم که زود رفیق میشم، با اینا شروع کردیم به صحبت کردن. اینا هم دیدن که خب ما که حالا انقلابیون جدید هستیم اومدیم، شاخدوم هم نداریم. طبیعتا خیلی شاه دوست بودن. و خاطرم هست آقای میبودی، توی این ساختمان های باغشاه با 2-3 نفرشون شروع کردیم به گشتن، بلد بودن جا رو، به ما توضیح میدادن اینجا چیه اینجا چیه. رسیدیم به یک جای، عکس شاه تو قاب اون بالا بود. ما هم چند نفر بودیم، روز شده بود دیگه، کسانی اومده بودن به منم کمک میکردن، مثل آقای دکتر افروز، علی افروز که از آمریکا فارغ التحصیل شده و دکتر تعلیم تربیت بود، بعدها آقای دکتر افروز رئیس دانشگاه تهران شد یه دوره و استاد دانشکده علوم تربیتی بود، یا برادر من مهدی از من بزرگتر بود، مهندس صنایع غذایی بود، او هم اومده بود به من کمک میکرد. چند نفر دیگه هم از کسایی که آقای لاهوتی میشناخت اومده بودن، روز شده بود دیگه، اومدن کمک بدن. من یادم هست توی یه دونه از این سالونا رفتیم، عکس شاه اون بالا بود، یادم نیست چه کسی از این دوستانی که ما داشتیم رفت عکس رو بکشه پایین، طبیعتا دیگه هر جا عکس شاه بود می آوردن پایین. این جناب سرگردی هم بود، لباس شخصی تنش بود، همراه ما بود، شروع کرد به گریه کردن. عجب. و طبیعی هم بود، من واقعا یه آن متاثرم شدم و یه پول از جیبش دره برد، گفت از اونجا بیارین پایین، ولی عکسش روی این هست، من تو گذاشت تو سینهش در واقع. طبیعتا خب تربیت یک نظامی بر اساس میهن پرستی و شاه دوستی بود زمان شاه. به حال چیزی من نگفتم، ولی تو دلم هم خب گفتم حق داره این آدم
به هر حال یک عمری تربیت شده برای اینکه فرمانده کل ارتش شاه بوده و او رو دوست داشته. حالا ما عکسش داریم اینجا از دیوار میکشیم پایین و بهش میگیم زمانه داره عوض میشه. ولی به هر حال با این دوستان که رفیق شدیم همون روز اول، این دوستان نظامی ما به من گفتن فلانی ما دیشب تیراندازی میکرد. من ازشون پرسیدم آقا، چون اون شبا اگر شما خاطرتون باشه تهران خیلی جاهاش امنیت نداشت، شب تیراندازی میشد، زد و خورد میشد، شایعات تو مردم بود. اینا گفتن فلانی ما میخواستیم یه خود شوخی کنیم باهات، ما تیراندازی میکردیم، کاری هم نداشتیم، ولی خیالت راحت باشه از امشب ما هستیم، نظامی هم هستیم، بلدیم و کشیک میذاریم اصلا باغشا رو، چند جا دیوارش ریخته اینا، محافظت میکنیم. همون کارم خداییش این دوستان تیپ نوهد کردن، یعنی امنیت رو برای باغشا نگه داشتن. و نکته جالب دیگه در اون روز، یک هفته ما کلن در باغ شاه موندیم. بعدها هم البته اسم باغ شاه رو بعد از اینکه لاهوتی فوت کرد، در واقع لاجوردی کشتش، اسم باغ شاه رو گذاشتن پادگان لاهوتی برای یه مدتی. منتها خب بعدن چون دیگه آقای لاهوتی مغزوب شد و اینها، اسم ایشون از اون پادگان برداشتن و الان به پادگان هور معروفه. ولی اونجا اون یک هفته‌ای که ما در باغ شاه بودیم چند تا کار کردیم. یکی این که چون در مملکت دولتی نبود اصلا، باور نمی‌کنید کلی کارهای وزارت خونه ها رو مردم میومدن رجوع میکردن و جالبم بود که گوش میکردن. یعنی ما که اتوریته خاصی نداشتیم، همین آقای لاهوتی حکم از آقای خمینی داشت، ولی مثلا کارگر و کارفرما با اختلاف داشتن میومدن، آقای دکتر افروز بیشتر این کارا رو ردیف میکرد، میشستش صحبت میکرد، توافق میکردن میرفتن. یا من خاطرم از یه بار اتاقی که آقای دکتر افروز نشسته بود رفتم دیدم مثلا زن و شوهرم دعواشون شده اومدن اونجا و آقای افروز آشتیشون داد با هم دیگه رفتن. یه بخشی این قبیل امور به اونجا ارجاع میشد، یه بخش طبیعتا اسلحه بود که می آوردن با کامیونایی که از ارتش مردم برده بودن می آوردن تحویل می دادن. منم از همین دوستان نظامی کمک گرفته بودم، تحویل می گرفتن تو اون زیرزمینی که انتخاب کرده بودیم، می چیدن، دستبندی می کردن. و واقعا خنددارم بود آقای میبودی، برای اینکه مردم پادگان ها رو که خالی کرده بودن برده بودن، مثلا خطکش مهندسی ارتش هم برده بودن و جالب بود آورده بودن پس میدادن دوباره. یا مثلا زنی رو میدیدی که مسلسل کالیبر سنگین برده بود و بعد آورده بود، پیرزنی داشت پس میداد مثلا. البته خیلی هم سلاح و طبیعت هم پس ندادن. ولی کار دیگه‌ای که ما در اون یک هفته کردیم، ایده تشکیل ارتش مردمی رو که برای مبارزه با شاه یه موقعی فکر کرده بودیم، حالا تبدیلش کردیم به ارتش مردمی برای دفاع از کشور و برقراری امنیت. جلساتی رو گذاشتیم در اون باغ شاه که آقای مهندس توسلی که یک ماه بعد ایشون شهردار تهران شد، از اعضای نهضت آزادی ایران بود، آقای حاج تقی خاموشی برادر بزرگ آقای محسن خاموشی که بازاری بود و از معتمدین و اینها بود، این دو نفر یادم هست، شاید یکی دو نفر دیگه هم بودن که من الان خاطرم نیست، دور هم جلسه گذاشتیم و اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را آقای مهندس توسلی پیشنهاد کرد و یک اساسنامه نوشتیم. من به خصوص تو این کارا بد نبودم، بارها کرده بودم در خارج از ایران و داخل ایران اساسنامه نوشتن برای یه تشکیلاتی و یه جور کار ساماندهی مدیریتی. یک اساسنامه اولیه نوشتیم برای تشکیل ارتش مردمی که متشکل از عموم مردم برای دفاع از کشور باشه، در دفاع در مقابل حمله خارجی، بسیج مردم. یه مقدارم عرض کردم توی توضیحات که در نفل شاتو میدادم، مطالعه‌ام موقع که خارج بودم کرده بودیم ما راجع به ارتش‌های مردمی در دنیا، مثل ارتش اسرائیل، ارتش سوئیس، سازمان‌های بزرگ
چریکی مثل ویتکونگ ها و غیره یا ارتش آزادی بخش ایرلند و اینها، اون ایده ها هم مجموعه سرهم شد، شد یه اساسنامه اولیه برای تشکیل ارتش مردمی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلام. طبیعتاً یک هیئت مدیره فرماندهی اولیه براش فکر شد و یک فرماندهی کل، مثل مدل هیئت مدیره و مدیرعامل در یک شرکت سهامی، که این یک هفته اول که به این کارا گذشت اومدیم وسط شهرتر مقر در عباس آباد، ساختمان فرمانداری نظامی تهران بود، پادگان عباس آباد که فرمانداری نظامی تهران آقای تیمسار رحیمی اونجا مستقر بود در زمان انقلاب و مال ارتش بود، ساختمان‌های بهتری داشت، اتاق جلسات داشت. اومدیم اونجا دیگه، من آقای لاهوتی و دوستانی که دیگه حالا توی باغشا هم میمدن کمک میکردن، و اونجا اولین مشکلمون این بود که حالا ما اساسنامه رو نوشتیم، دولت موقت انقلاب هم که آقای مهندس بازرگان و وزراش بودن تایید کرده بودن، و آقای دکتر یزدی معاون امور انقلاب بود قبل از اینکه بره به وزارت خارجه و این امور رو با ایشون هماهنگی میکردیم. من تو این فاصله یکی دو بارم نخست وزیری رفته بودم دیدن دکتر یزدی، بحث کرده بودیم، صحبت کرده بودیم. قرار بود دولت هم تصویب کنه 13 میلیون تومان که اون روز البته پول کمی هم نبود، بودجه بگذاره برای اینکه این ارتش مردمی رو راه بندازی. اما اولین مشکل این بود که ده ها سازمان مسلح وجود داشت که گوش نمی کردن، نه به دولت نه به جایی. من اینجا باید یاد بکنم از مرحوم حاج مهدی عراقی که در فرانسه با ایشون آشنا شده بودم. خب سالهایشون زمان شاه زندان بود، جزو از قدیم جزو در واقع فدایان اسلام بود، بعدن هم هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بودن، و حاج مهدی سالیانی هم که زندان بود یه جور ریش سفیدی بود بین بسیاری از زندانیان سیاسی و طبیعتاً بین بسیاری از گروه‌های مسلح ریز و درشتی که درست شده بود. منزل پدری ما که من هنوز زن نداشتم در قلهک بود، کوچه حکیمزاده، خیابون دولت کوچه حکیمزاده، درست روبروی اونجایی که منزل پدر ما بود یه کوچه باریکی بود که انتهای کوچه منزل حاج مهدی عراقی بود. من با حاج مهدی چون از فرانسه آشنا بودیم، رفاقتم پیدا کرده بودیم، شاید دو جلسه سه جلسه صبح اول وقت قبل از اینکه بیام برم عباس آباد با حاج مهدی منزلش قرار گذاشتم، جای شما خالی، نون پنیر چای شیرین صبحونه هم ایشون به ما میداد، نشستیم صحبت کردیم. من مشکل با حاج مهدی در میون گذاشتم که آقا این گروه های مسلحی که هستن اینا باید یک کسی ریش سفیدی کنه بیان با این سازمانی که قرار تشکیل بشه همکاری کنن، وگرنه هر کی بلند میشه میره بس خودش یه دار دسته را میندازه، بعد امنیت دیگه برقرار نمیشه. حاج مهدی گفت من این کارو برات میکنم و اومد خودش با نزدیک به 8 تا 9 تا گروه ریز و درشتی که اون روزگاران بودند ارتباط گرفت، تماس گرفت، جلسه گذاشت در عباس آباد که این جلسه من کاملا صحنش جلوی چشمم هست. البته متاسفانه ریز اسامی آدمایی که بودن یادم نیست، ولی میدونم مثلا از گروه بدر بودن، فلاح بودن، گروه صف بود، منصورون بود، همینایی که دوره هم جمع شدن و هفتشون جمع شدن و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو یک ماه بعدش درست کردن. از مجاهدین خلق و چریکای فدای خلق نبودن، دو سازمان چریکی که یکیشون کمونیست بود، یکیشون هم خب مارکسیست، از تو زندان مجاهدین خلق یه عدهشون مارکسیست شده بودن و مسلمان‌هاشون هم با بقیه گروه های مسلحی که درست شده بودن اختلاف داشتن، یعنی یه سری اختلافات از داخل زندان شکل گرفته بود و با مجاهدین خلق در واقع خطکشی بود همون مقطع. حاج مهدی ریش سفیدی رو کرد، 8-9 نفر جمع شد،
ایده رو توضیح داد، گفت آقا حالا که دیگه همه انقلاب رو قبول دارن، همه حکومت جدید رو قبول داریم، میخوایم شکل بدیم، همه بیان و با این سازمان همکاری بکنن. اونجا در واقع این بحث شد که خب اگه قرار باشه بیان تو شورای فرماندهی باید کم و بیش بالاخره باشن، و تقریبا از داخل اون جلسه این در اومد که آقای محسن رفیق دوست که ایشون هم یه دورای زندان بود و مسئول تدارکات گروه مسلح صف بود ایشون و چند تا گروه دیگه، محسن رفیق دوست باشه، آقای عرشبت مهندس قرزی باشه، محمد قرزی که از فرانسه هم ایشون تو منزل آقای خمینی بود به عنوان فرمانده عملیات، محسن رفیق دوست به عنوان فرمانده تدارکات و پشتیبانی، آقای علی افروز باشه، دکتر افروز به عنوان فرمانده روابط عمومی و ارتباطات بیرونی سپاه، و من به عنوان فرمانده اطلاعات و تحقیقات، آقای دانش منفرد هم که پیشینش ایشون فرهنگی بود، آموزش پرورشی بود ولی با دوستان نهضت آزادی نزدیک بود، به عنوان فرمانده کل. این جمع پنج نفره یعنی بنده، محسن رفیق دوست، محمد قرزی، علی افروز و علی دانش منفرد شدیم شورای موقت، موقت اسمش هم گذاشتیم چون باز فکر میکردیم گروه های دیگه هم هستند که باید باشون تماس بگیریم و بیان اضافه بشن. این جمع شد شورای موقت فرماندهی سپاه تازه تأسیسی که یک اساسنامه مورد تایید دولت موقت و شورای انقلاب رو هم داشت. بنابراین محسن رضایی نبود تو جمع اولیه، محسن رضایی در جمع اولیه نبود. نبودن. آقای لاهوتی هم شد نماینده امام در سپاه، رسما سمت نداشت ولی خب نماینده آقای خمینی بود، امام بود در سپاه. اینجا که رسیدیم فهمیدیم که خب حالا دیگه عباس آباد ارتش میخواست دیگه، یعنی اونجا آریتی بود، حالا بعد اولین نکته سپاه یه جایی از خودش داشته باشه. اومدیم دیدیم که ساواک که در باغ مهران در خیابون سلطنت آباد مرکز اصلیش بود، مرکز اسناد بود که چند جلسه قبل توضیح دادم که دولت اونجا رو گرفته بود، سه تا خیابون بالاتر یک ساختمونی رو ساخته بود که به زمان انقلاب تازه تموم شده بود و هیچی توش نبود، قرار بوده بشه مرکز شنود ساواک ولی هیچی توش نبود، ساختمون خالی بود، کوچیک بود، سه تا خیابون بالاتر از مرکز اصلی ساواک ولی همون سبک ساختمون بود، تای خیابون فرعی بود، قشنگ دیوار داشت، حفاظ داشت، و رفتیم اونجا رو دیدیم. مردم هم شب انقلاب مثل که ریخته بودن تو شیشه هاش هم شیکونده بودن ولی ساختمان خوبی بود، یعنی شاید اقلا 40-50 تا اتاق هم داشت. تصمیم گرفتیم اونجا رو بکنیم ستاد سپاه پاسداران تازه تأسیس. این شورای فرماندهی اول از اینجا شروع کردیم که خودمون جارو برداشتیم، کف اتاقایی که شیشه خورده ریخته بود تمیز کردیم، جارو کردیم. آقای محسن رفیق دوست که فهمده تدارکات بود فورا شیشه بر آوردن و شیشه انداختن و نشستیم و اونجا تقسیم کار، هر کم یه اتاقی نشست و تقسیم کار کرد. تا همینجا رو داشته باشی تا همینجا رو یادتون باشی کجا هست سپاه رو. تشکر میکنم. تا همینجا بنابراین نام سپاه پاسداران آقای توسلی انتخاب کرده از گروه های میان رو و در واقع وابسته به نهضت آزادی و نزدیک به جبهه ملی دیگه نیست؟ به هر حال دوستان نهضت آزادی ملی مذهبی محسوب میشن، با ملیون هم نزدیک بودن همیشه. سپاسگزارم آقای دکتر سازگار، تا دیداری دیگر. ممنون از محبت.